سلام، روزتون بخیر. شکفت احمدی هستم، با آموزش دیگری از نرم افزار اندیزاین در خدمتتون هستم. خب، در جلسات قبلی نحوه ورود عکس ها و یکی از روش های ورود متن رو توی اندیزاین گفتیم. زمانی که کتابی رو میخواین شروع کنین یا هر کار دیگه، حالا ابعاد کار رو بر اساس چیزی که میخواین مشخص کنین و بعد جلو برین. من فعلا ابعاد رو روی همون آچار میذارم، تعداد ستون هم روی یک میذارم. من اینکه نمایشی از کارم داشته باشم پریویو رو فعال میکنم و میتونم تنظیمات رو انجام بدم. خب اوکی رو میزنم. حتما تنظیماتتون رو سعی کنید همین اول انجام بدین، جدای از اینکه بعدا همیشه این تنظیمات رو تغییر بدم. روش دیگه ای که متن رو میشه وارد کرد، متن های آماده ای هست که تایپیست ها در به اصطلاح ورد تایپ میکنن و به شما میدن. حالا ممکنه این کارها به صورت این باشه یه ساده فقط تایپ شده باشه، مثل این کار که خب من با تایپیستم هماهنگ بودم و اجازه ویرایش و چیزای دیگه بهش ندادم، یا ممکنه مثل کتاب های دیگه ای اومده باشه مثلا فونت ها رو بولد کرده باشه یا کار دیگه انجام ده، پاورقی گذاشته باشه، حالت های مختلفی. میخوایم تو این جلسه با ورد بیشتر کار کنیم. کاری که میخوایم انجام بدیم استفاده از نرم افزار ویراستیاره. نرم افزار ویراستیار نصب راحتی داره، سایتی داره به اسم دقیقاً virastyar.com یا .ir که از روی سایت میتونین بگیرین، یا فایلش رو من براتون میفرستم. اگر خواستین میتونین ایمیل بزنین یا درخواست بدین که این فایل براتون ارسال بشه. خب ویراستیار چی کار میکنه؟ متن‌هایی که تایپ میشه به هر دلیلی ممکنه مشکل تایپی داشته باشه. مثلا تایپیست آدمی رو با غیر اول به قول کلاس اولیا نوشته، یا سرکش ها رو فراموش کرده بذاره، یا همینطوری که پیش میریم ممکنه مشکلات دیگه ای داشته باشه. مثلا اتصال نقاط به نوشته های بعدی، فرض کنیم فاصله نقطه تا کلمه قبلی، یه سری ایرادهای نگارشی، تعداد نقطه ها بیشتر باشه و مشکلات دیگه. بذار من فونت این رو کار رو عوض کنم. بینازنین. خب اتصال های بیجا، یا مثلا کسانی که، یا مثلا فرض کنیم میخواهند رو به صورت جدا نوشته باشه. خب شما زمانی که سند وردتون رو باز میکنین، اولا گزینه‌ای که میزنین قسمت شو هاید کرکترها باشه. وقتی که چنین چیزی رو میزنین یک سری نشانه هایی به شما نشون میده که مشخص میکنه چه چیزهایی رو اضافه تر یا کمتر قرار داده. مثلا مشکلاتی که الان توی این کار داره مثلا بدین وسیله میگشاید، البته اگه بینش فاصله باشه این مشکل داره، مثلا به گونه ای درسته نیم فاصله خورده. خب اینها باید حل بشه. حل شدن اینها به این صورته که خودتون باید یا بشینین تکی این کار رو انجام بدین که قاعدتا زمان زیادی میگیره، یا اینکه از نرم افزار کمک کنین. ویراستیار کاملا رایگانه و این کار رو انجام میده. خب سه تا گزینه پیش‌فرض داره، پیش‌پردازش کنید. خب ترجیح میدم از این قسمت استفاده نکنین، ولی میتونید برای متنتون تست کنین و متنتون رو اگر متن مهمیه حتما قبلش ذخیره کنین. خب اگر من روی نویسه ها بزنم، خودش وقتی که شروع کنم تمام کار رو انجام میده. خب من میذارم چند صفحه رو بره، البته بذارین یه کار دیگه انجام بدیم. چند صفحه رو توقف رو بزنم. خب بیایم مثلا چند تا اشتباه رو براش اوکی کنیم. باز این متن یکی از متن‌های کم غلطه. ما متن‌هایی داریم که خیلی خیلی مشکل خواهد داشت بعدن. خب من چند صفحه رو مثلا 4-5 از صفحه کتاب Shift Page Down.
تمام متن رو پاک کنم. این کتاب برای چاپ رفته، طرح جلدش و سفارش هم دست خودم بوده. منتظرم که کارهای شما رو به زودی ببینم. سعی کنید از کارهایی که ساده تر شروع، مثلا فرمول نویسی رو هیچ وقت توی این دیزاین به این سرعت شروع نکنید. حداقل یکی سه چهار تا کتاب رو ببندین که تمام مشکلات کار رو ببینین، بعد شروع کنید مثلا کاری مثل فرمول نویسی یا پاورقی یا ایندکس. خب تمام یک صفحه شد، اشکال نداره. ما همینجا چند تا اشتباه ایجاد میکنیم. خب چند چیزی رو داریم متنی رو. خب اولین کاری که تو ویراستار انجام میدیم نویسه ها هست. وقتی که من بله میزنم شروع میکنه کار کردن، یه چیزی رو اصلاح میکنه که شاید متوجه نشیم. برای همون ترجیح میدم که از این قسمت استفاده نکنم. خب چیزی اصلاح نشد، اصلاح حروف، ارقام، شبه فاصله، خب هیچ چیزی نویسه ها رو نداشت. توی دستور خط باز دوباره میتونم این کار رو انجام بدم. تعداد تغییرات یکی بوده که خب این هم نیمه نشانه گذاری که الان خب قاعدتا بیشتر متوجه میشه. مثلا این است، اینها احتمالا باید اصلاح بشه. است رو دیدین اصلاح شد، اینجا همینطور سه تا نشانه گذاری رو برای من اصلاح کرد. خب این کارها به این صورت پیش رفت. دو تا قسمت بعدی ویراستاری و نشانه گذاریه. ما از این قسمت ها استفاده میکنیم. پس این ستا رو من فقط نشون دادم که استفاده نکنین، چون هیچ نشونه ای به شما نمیده. توی ویراستاری زمانی که شروع میکنه دو قسمت داره. اول موارد یافت شده، دوم پیشنهادها. وقتی که شروع میکنه میره جلو، یک کلمه رو زرد میکنه و پایین بهتون میگه پیشنهاد ویرایشیش چی اگر باشه و چرا اینطوریه. خب اگر تغییر خواستیم بدین تغییر میدین، یا مثلا انقدر الان اومده نوشته اندر. خب اندری که مشکل داره، خب ما بیشتر انقدر میخواستیم. خب برای این کار میتونم پیشنهاد رو خودم وارد کنم، مثلا آن قدر. اوکی تغییر، این تغییر رو اعمال کرد. ولی بعد از این من اعمال کردم، چون من نیم فاصله رو مثلا بلد نیستم توی ورد یا کلا تو کامپیوتر، تو کنترل شیفت دو میزنم بهترین نیم فاصله که میتونید استفاده کنید. خودش پیشنهاد پیوسته نویسی رو میده، تغییر رو میزنم. رفاه زدگی همینطور. اگر تعداد کلمات زیاد بود، مثلا همین آنقدر، آن کنترل شیفت دو قدر، خب اولا افزودن به واژه نامه رو میزنم. اگه باز اومد دیگه تغییر همه رو میزنم، مثلا هم ولایتی، باز اصلاح فاصله گذاری میتونم بزنم تغییر همه، هرچی هم ولایتی باشه تغییر میده. این دفعه با ها این تغییر رو داره اعمال میکنه. هموطنان دیگه خواهی تشخیص نداده، هموطنان من میگم نادیده گیری هموطنان. اینو مثلا مشکلیه که من ایجاد کردم، خب خودم باید این کار رو اصلاح کنم. خیلی وقتا متوجه نمیشین، میره تو مرحله ویراستاری. ولی هر چقدر هم که این کار پیش بره، شما باید با اون تایپیستتون یا اون کسی مثلا جایی که دارین کار میکنین هماهنگ باشین تا مشکلات پیش نیاد. خب اصلاح املایی، تغییر و تموم شد. وقتی تموم شد میتونین یک بار دیگه بزنین. مثلا آدمی رو اینجا ندیده بود، هموطنان که خب پیشنهادی نداده. خب مثلا نادیده گیری و تموم شد. تنها مشکلی که داره اینجاست، هموطنان که مرا میبینند. زمانی که میذارین اینجا مهمه، چه شما چه ویراستار. البته کار صفحه ها نیستش، ولی حتی اگه مثلا دیدین که با ویراستار نمیتونین هماهنگ بشین، حتما این کار رو خودتون انجام بدین. از نظر نشانه
گذاریم دوباره همین پنجره باز میشه. نادیده گیری کنسل میکنه، نمیبینه. نادیده گیری همه هر چی فاصله قبل از نقطه باشه رو نمیبینه، که خب این دوتا برای بده. تغییر، این تغییر رو اعمال میکنه، تغییر همه روی همه قسمت ها اعمال میکنه. اگر دقت کردین دو تا نقطه داشتیم که این کار رو انجام داد. کاما هم تغییر همه. خب چیز خاصی نداره، خیر رو میزنم و میبندم. متن من آماده شد که حالا بره وارد این دیزاین بشه. برای این کار هم چند روش داریم که متن رو وارد این دیزاین کنیم. اگر متنتون مثل این ساده بود، خب یکی از بهترین روش ها استفاده از کپی پیسته. خب کنترل سی کنترل وی میارم اینجا، کادرم رو کپی میکنم، صفحه رو میکشم. یادتون باشه زمانی که داریم برای کتاب کار میکنین، ما با پنل پیجز شروع میکنیم کار کردن. من گزینه رو ویو پیجز به صورت هاریزنتالی گذاشتم. خب صفحات رو اضافه میکنم. معمولا توی کارهای کتاب صفحه اول که خب عنوان یا بسم الله هستش، 3-4 صفحه هم نگه میدارن برای کارهای دیگه. اون رو هم ترجیحاً بدونین چی هست یا کجا قرار میگیره، یا برای فهرست مثلا بنویسین توی کارتون صفحه عنوان. عنوان کنترل شیفت علامت بزرگتر، کنترل شیفت سی وسط چین. حالا اگر خواستین استایلی بهش میدین، مثلا اینجا میشه بحث شبک، اینم بگیم فهرست، من نمیخوام زیاد. و فهرست فقط به صورت ساده که بدونم چه صفحاتی رو دارم. شروع صفحه یا کتابم از این قسمت خواهد بود. خب متن سرریزیمو دارم، پنل پیجز رو باز میکنم. همینطوری که میرم این علامت به علاوه که هست رو کلیک میکنم. الان اینجا خطوط راهنما کمک میکنه. وقتی کلیک میکنم این قسمت بالا، متنم به این صورت ریخته میشه. خب اگر من بخوام یه کتاب حالا 10 صفحه‌ای رو با این روش کار کنم، شاید 4-5 دقیقه وقت من رو بگیره. اگر یه کتاب دیگه خیلی، حالا تو اون کتاب نیست دیگه، اگر یه کتاب مثلا بخوام به صورت عرف کار کنم، زمان زیادی رو خواهم گذاشت برای این کار. خب برای من فایده ای نداره. کاری که میشه کرد این که روی این علاوه کلیک کرد، از کلیدهای فرمانی استفاده کرد. یه تکنیک آموزشی دارم من هر موقع به بچه ها گیر میکنم میگم شما هر موقع گیر میکنی یادتون رفت چه کاری انجام بدید، 3 تا کلید فرمانی ما داریم توی نرم افزار ادوبی یا تو کامپیوتر: کنترل شیفت و آلت. خب برای اینکه این کار رو انجام بدین، میتونین مثلا کنترل رو بگیرین ببینین چه اتفاقی میفته، شیفت رو بگیرین ببینین چه اتفاقی میفته، و آلت رو. خب من اول از همه آلت رو میگیرم. اتفاقی که افتاد سرریز رو انجام داد یا ادامه متن رو ریخت و ما بقی رو نگه داشته تا من مجدد بریزم. مجدداً من الان آلت رو گرفتم. این کار رو که بکنم هر یک صفحه از من میپرسه. این روش برای مجلات خوبه که مثلا 2 صفحه یا 4 صفحه یا 6 صفحه نهایتاً یک مطلب رو دارین. پس این روش آلت برای مجلات. خب روش بعدی Alt Shift هست. Alt Shift کاری که انجام میده، فلشش هم نگاه کنیم به چه صورته. میاد تا تعداد صفحاتی که هست این ریزش رو برای من انجام میده. یعنی من اگر اینجا صفحه اضافه کنم، دوباره روی این به علاوه کلیک کنم، Alt Shift رو بزنم، میاد تا دقیقاً این صفحه ادامه پیدا میکنه. خب من صفحات اضافی صفحات رو پاک میکنم. یادتون باشه نترسید متنتون از بین نمیره وقتی اینها رو پاک میکنین، فقط به صورت ادامه دار میشه. گزینه بعدی کلید شیفته. شیفت رو نگه دارین و کمی استراحت کنین تا زمانی که کل متن رو توی کارتون بریزه. خب
تمام متن ریخته شد، تعداد صفحاتی که لازم بود اضافه شده و اینها رو دارین. خب متن ریخته شده هیچ چیزی نداره، ما تو جلسه بعد شروع میکنیم به استایل کار کردن. خب پس روش اول رو گفتم. روش بعدی برای ریختن یک متن اینه که متن اون کتاب رو بعد از ویرایش مسیرش رو مشخص کنیم. خب مثلا من این رو میخوام، مسیر رو مشخص میکنم، کپی میکنم، از کنترل دی استفاده میکنم، پلیس. قبلا عکس رو با کنترل دی یا پلیس کردن آوردیم. خب مسیر رو ذخیره کردم، اوپن میزنم، متنی که میخوام رو انتخاب میکنم، فرقی نمیکنه الان برای کار من، و متن رو ایمپورت میکنه. خب ممکنه ارورهایی رو بده که راجبش بعد صحبت میکنیم. یکی از این ارورها راجب فونته که ممکنه بعدا اذیت کنه، میتونم همینجا تغییر بدم یا بذارم برای بعد. خب من کلوز میزنم، بیاییم مجددا همون حالت، با این تفاوت که نوشته ها بر اساس سایز و فونتی که قبلا مشخص کردم. من متن قبلی رو نگه میدارم، دیگه اینجا فونت ادوبی عربی که 12 هست، اینجا هم بر اساس تنظیماتی که دارم. تو این حالت پاورقی ها و مطالب دیگه هم به همین صورت میان. خب یه صفحه اضافه میکنم، این گزینه رو میزنم، روی این گزینه کلیک میکنم، شیفت رو میزنم و منتظر میمونم تمام صفحاتم ایجاد بشه و کار کنه یا پر بشه. پس انگار ما سه حالت داشتیم: گرفتن کلید آلت که به صورت تک صفحه‌ای و انتظار از ما برای صفحات بعدی، کلید آلت شیفت ریختن در تعداد صفحات موجود، و گزینه آخرم شیفت که تعداد ریختن تمام متن در کار هستش. خب بعد شروع میکنیم به صفحه‌آرایی کارمون. خب پلیس کردن خوبی که داره زمانی که متن رو توی ورد کار کردن، اون تغییرات رو میتونین توی کارتون نگه دارین. مثل من متن رو مجددن پلیس کنم. خب زمانی که میخوام این کار رو انجام بدم، پنجره‌ای که باز میشه قسمت پایینش یه سری گزینه داره، نوشته replace selected item. یعنی اگر من اینجا کادر رو انتخاب کرده بودم، این حالت انتخاب میاد. show important option رو اگر بزنم، open کنم، اتفاقی که میفته، خب به من توضیح داد فایل بازه، من از اون فایل دیگه استفاده میکنم که بسته است. یک پنجره بعد از اون برای من باز میشه. این پنجره توش تنظیماتی داره، مثلا فود نوت ها رو اگر بخوایم براتون میاره، اند نوت ها، فود نوت ها پاورقی ها میشه، اند نوت ها مثلا پایان ورقی ها، حالا دقیقا الان یادم نیست، تیبل آف کانتنس تی او سی هم بهش میگن، یا فهرست، ایندکس تکست یا اندیس ها، یا ایندکس گذاری های آخر کتاب که تو جلسه آخر راجبش توضیح میدیم، اینها همه رو میاره. اگر استایل ها رو نخواین، ریموو استایل رو میزنید، کاملا متن رو ساده میاره. ولی اگر میخواین استایل ها رو نگه داره، همون گزینه مشخص شده خودش رو. اینکه استایل ها رو به صورت اتومات، پاراگراف استایل یا کاراکتر استایل رو بیاره که راجبش اصلا صحبت میکنیم، فعلا لازم نیست تنظیمات این قسمت رو زیاد تغییر بدیم. پس همون گزینه که وجود داره رو به صورت پیش‌فرض میاریم. همکاری که ما قبلش انجام دادیم. فقط خواستم بهتون بگم این پنجره هست، حتما یه نگاهی بهش بندازین، چون اینها توی ذهنتون قرار میگیره و بعدا کمک میکنه یادگیری بهتری داشته باشین. خب فایند فونت رو هم که بعدا راجبش صحبت میکنیم. خب این هم کاری بود که انجام دادیم، کلید شیفت آلت و آلت شیفت. متن یک کتاب رو برای خودتون بیارین و شروع کنین به اولین
ذخیره سازی کتابتون قبل از ویرایش و با ویراستار هم کار کنین. اگر شما میخواین یه سفاره حرفه‌ای بشین، دو تا گزینه رو یاد بگیرین. یکی ورد رو به صورت کامل، نه اینکه خیلی حرفه‌ای، ولی چیزهایی که لازم دارین کاملا یاد بگیرین، برنامه ویراستار هم باهاش کار کنین. و اینکه تضادها و تفاوت‌هایی که ورد با این دیزاین داره. مورد دیگه هم که هست، سعی کنین تایپ ده انگشتی رو کار کنین. مثلا حالا دوره ای که احتمالا خودم بذارم، الان آمادگیشو ندارم، ولی خب غلط هایی که دارم الان اتفاقی که میفته با ویراستیار میتونم همین قسمت اینجا رو درست کنم. و همین قسمت رو انتخاب میکنم که ویراستیار هم از همین قسمت ادامه بده. از اول و میخواد بره همش از ادامهش. خب اینها رو میتونم بعداً با ویراستیار استفاده کنم و اصلاح کنم. وقتی که تایپ یاد میگیرید تو کاری سفاری خیلی کمکتون میکنه. شاید اول سخت باشه ولی در کل گزینه بدی نیست. خب این رو هم دیدیم، تا بریم وارد جلسه بعد و استایل ها بشیم. مهمترین مبحثی که توی این دیزاین میتونیم شروع کنیم.